سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژهمون. قبل این جلسه راجع به ریست کردن پسورد صحبت کنیم. خب این جلسه قبله که ما اومدیم یه میدلور اینجا گذاشتیم که قبل از اجرا شدن این فانکشنه، این میدلوره میمد چیکار میکرد؟ کارش انجام میده. میخوام یه کار کنم، این فانکشنه رو تبدیل کنم به یه کنترلر. من از اینجا برش میدارم، خب مثل اینا، یا که اینجا نیا کن، قبل از اینکه این اجرا بشه یه دونه کنترلره، یه دو تا میدلور اجرا میشه، میبینید؟ پس من قبل اینم تبدیل میکنم به یه دونه کنترلر. یه تیکر بزید بردارم از اینجا. خب اسمش هر چی دوست دارید میتونید بذارید. خب مثلا اسمشو بذاریم سند. بذار من اسمشو نذارم فعلا، برم تو کنترلرم، اینجا کنترلرش رو بنویسم، اسمش رو میذارم send reset password token status. اینو میارم اینجا. خب حالا میتونم از این استفاده کنم توی کجا بود، تو روتم send توکن استاتوس، خودش هم این بالا ایمپورت میکنه. پس قبل اینکه این کنترلر اجرا بشه میدلور اجرا میشه. خیلی خوب، بریم سراغ ادامه کنم. برای عوض شدن پسورد ما نیاز به یه روت جدید داریم، اسمشو میذارم ریست پسورد. طبیعتا مجدد باید توکن چک بشه و کنترلری که اجرا میشه اسمشو میذارم ریست. بذار اسمشو فعلا ننویسم، اول برم کنترلر رو درست کنم. بذار این اضافه ها رو پاک کنم، این بالا ای لازم بود میارمش دوباره. خب بیام کنترلرشو بنویسیم. اکسپورت ریست پسورد، طبیعتاً async خواهد بود، request response. خب حالا بریم اسمش رو اینقدر میتونیم بنویسیم، خودش reset password خودش این بالا ایمپورت میکنه. بذار منو ورد درابش رو فعال کنم ببینید. خب بریم سراغ reset password. ما قراره که پسورد رو reset کنیم. کاربر ما رو اون لینکه در حقیقت ریست پسورد تو ایمیلش کلیک کرده، حالا بعدا میبینیم صفحاتش هنوز درست نکردیم، فرانت قضیه رو درست نکردیم، یه صفحه باز میشه میگه پسورد جدیدتون رو وارد کنید. مثلا کاربر من پسورد جدیدش رو وارد میکنه و در حقیقت پسورد جدیدی میاد تو دیتابیسمون میشینه، درسته؟ خب حالا این فرآینده رو چجوری اجرا بکنیم؟ اول نیاز دارم اون نیو پسوردی که کاربر من وارد کرده رو توی ریکوستم بگیرم. نیو پسورد مساوی با ریکوستی که داره میاد سمت من تو بادیش هست. خب این نیو پسورد بچه ها اول باید چک بشه که درست هست یا نه. توی مدل یوزر هم یادتون باشه، نه یوزر نه، توی لالالالالا کجا بود، توی کنترلر هم یه جا بود من پسورد صحتش رو چک میکردم، یادتون باشه؟ کجا چک میکردیم؟ اینجا ها که نبود. کجا چک میکردیم؟ یادم رفتش. پس اینجا نبوده، صف کنید. عجیبه، همین جواب بشه. ها ببخشید توی ولیدیتور همه اشتباه گفتم. اینجا نیا کنید، اینجا من پسورد رو چک میکردم، اینو هاشش میبینید،
این چک پسورد بود دیگه، من همین رو کپی میکنم یه دونه جدید درست میکنم، اکسپورت داد اسمشو میذارم مثلا چی میذاریم، مثلا پسورد والیدیت پسورد، خب والیدیت پسورد اینو میذارم اینجا، این هم میشه نیو پسورد. خب نیو پسورد رو میخوایم پاس بدیم به این چک بشه، این به عنوان یه میدلور اجرا میشه بچه ها، یعنی میاد تو این روته اینجا یه دونه ولیدیت پسورد هم اضافه میکنیم. پس اینجا ولیدیت پسورد هم اجرا میشه. خب پس قبل از اینکه بخواد پسورد ریست اتفاق بیفته دو تا میدلور اجرا میشه، فعلا دو تا، یکی دیگه هم شاید اضافه کنم، حتی خود ولیدیت هم میتونه اینجا بگید اجرا بشه، خود ولیدیت اصلی این که اینجا بود دیگه، اینا این ولیدیت هم حتی اتفاق بیفته. پس قبل از این که من ریست پسوردم بخواد بره اجرا بشه سه تا میدلور اجرا میشه. خب ببینیم تا اینجا خطایی نداریم؟ نه اوکیه. خب برمیگردم توی کنترلرم، اینجا علاوه بر پسورد بذار یوزر آیدی هم بگیرم، لازمش دارم. خب حالا میرم این یوزر رو پیداش میکنم تو دیتابیس، هم یوزر رو پیدا میکنم، یوزر دات فایند بای آیدی، یوزر آیدی بهش پاس میگم، برو میگم برو اطلاعات این یوزر رو از دیتابیس برای من بیار. خب پسورد جدید اومده، اولین چیزی که من باید چک کنم اینه که آیا این پسورد جدیده با پسورد قبلی که کاربر داشته یکی هست یا نه. اگه یکی باشه باید بهش اخطار بدم به کاربر، بگم که پسورد جدیدی که داری میذاری پسورد قبلی یکیه، اینو نمیتونی انجام بدی، پس یه دونه مقایسه نیاز دارم. میام توی پسورد ریست فکر کنم اینجا یه متد کامپر داشتیم، اینو کپی میکنم میبرم تو یوزر مدل، همین پایین ازش استفاده میکنم، اینجا اسمش رو عوض میکنم به یوزر اسکیما، اینو کامپر، اینو میشه کامپر پسورد، کامپر پسورد، اینو هم میشه پسورد. خب بقیش اوکی، پس میخوام از این استفاده بکنم، اینجا استفاده بکنم ببینم که آیا پسورد و پسورد قبلی یکسان هست یا نه. پس میگم const اسمشو میذارم matched، درست نوشتم؟ آره. await user dot comp پسورد، بذار کپیش کنم که اشتباه نمی‌نویسم، این بالا باید ایمپورتش کنید بچه از یوزر مدل، البته نمیخواد دیگه، نمیخواد اسی خود یوزر آوردم دیگه، یوزر در کامپر پسورد، این نیو پسورد رو بهش میدم. خب حالا اگر مچ بود، یعنی کاملا با پسورد قبلی یکسان بود، من ریتر بکن یه سند ارور، the new password must be مثلا different from the old one مثلا، اوکی. اگرم نبود اون وقت برو تو یوزر پسوردش رو عوض کن با نیو پسورد. خیلی خوب، طبیعتا بعدش باید یوزر رو سیوش کنم. خب
یه ایمیل هم برای کاربر بفرستیم. پس اینو کپی میکنم، اینو بکنیم کانست. خب یه ایمیل هم برای کاربر بفرستیم با این مضمون که این درسته. این تایتلش رو عوض کنم، پسورد میشه مثلا ساکسسفولی. بعد اینجا مثلا یه دونه تگ H1 بذارم بنویسم، پسورد ریست سکسسفولی. یه ببینیم پایم دیگه لینک نمیخواد، مثلا یه پاراگراف بذارم بنویسم نو یو کن مثلا یوز نیو پسورد پاراگراف. اوکی، ایمیل اونم که فرستادیم، اینم بذارید همین پسورد رو، اینو بذارم پسورد ریسیت ساکسسفولی. خیر، یه کار دیگه هم باید بکنیم، باید بریم توکنی که داخل دیتابیس همون ذخیره شده رو پاک کنیم. پس پسورد ریسیت توکن دات فایند بای آیدی اند دیلیت. خب آیدی از کجا بیارم؟ یادتون باشه توی میدلورم من اینجا ریست توکن رو براش فرستادم دیگه، به وسیله این میتونم آیدی اینجا هست، تو دل این آیدی هست dot underscore id. برای همین ریست توکن رو من فرستادم تو جواب. خب بریم یه بار سیناریو رو از اول چک کنیم، این اوکی خطا نداریم، بیام تو پستمن. خب من یه ریسیت پسورد جدید درخواست بدم، بذارید قبلی رو پاک کنم، چیزی که نداریم، نه خالیه. خیلی خب این ریکوست رو بدم. خب اینجا الان باید یه توکن جدید بیاد. خب یه ایمیل جدید هم باید اومده باشه، بله اینو بازش کنم. من یه تیکر رو کپی میکنم میارم اینجا، توی اینجا میارم توی اول ولیدیتش بکنیم. مطمئنش این ولیده. خب ولید هستش. حالا من اینو عوض میکنم به ریست پسورد، ریسیت پسورد، پسورد هم پاس میدم. پسورد قبلی رو میتونیم ببینیم، 123 بوده. الان 123 بفرستم طبیعتا قبول نمیکنه. خب ولی حالا دیگه چکش نمی کنیم. پسورد من اول یه با خالی میفرستم ببینم چی میگه. طبیعتا خالی رو نباید قبول کنه، پسورد is missing. 123 بذارم، پسورد is missing دوباره. حالا من این پسورد رو درست میزنم، 4 5 6 7 8 9 10. باز پسورد is missing میده. آها ببخشید، نیو پسورد باید باشه، اسمش نیو پسورد. 1 2 3 میزنم دوباره، پسورد is successfully. یه نصر ایزا ویدیو بینم اینجا پسوردمون، این دیگه توکرمون که پاک شد، این هم شد 1 2 3. بذار من یه بار یه فرنده برم چون بعد اینو خطا میداد. خب یه بار ایزا ویدید، یه بار یه فورگت پسورد میفرستم. خب بیام اینجا، لینک جدید اومده، این پیغام اینم اومد بچه ببینید. خب بریم بیست پسورد یه بار یه چک کنیم. من دوباره توکن رو کپی کنم از اینجا، بیام اینجا دیگه ولیدیشن رو انجام بدم.
این رو میارم اینجا میذارم جای این جای این. الان 1 2 3 رو نباید قبول کنه. بذار ببینم. بله نیا کنید میگه با قبلی یکیه. خب حالا عوضش کنی. پسورد عوض شد. اینجا عوض نشده پسورد. حالا چهرهش باید بیم چک کنیم. این هم عوض شد. این پاک شده. آن بخش این نبود. چرا دارم اینو نگاه میکنم. پسورد به صورت 8 شده ذخیره میشه. نمیشه الان فهمید درسته یا نه. ولی اوکیه. مشکل نداره. خب سناریوم هم کامل انجام شد. این هم از این جلسه. نکته دیگه ای نمیمونه. بریم بیام جلسه بعدی. میخوایم بریم سراغ موضوع لاگین کردن کاربر. میخوام این راجع به این صحبت بکنم یا ثبت نام کاربر، کلا فرآیند لاگین کاربر. فعلا خدا.